روف آفرینش، بخش آفرینش رو خیلی تند و سریع. بله سریع این رو بازگویی کنید و من در پیوند با اون اسطوره هایی که هم پیوند هستند و از کتاب های پهلوی و دانش های فرهنگی اسطوره شده ای ما به دست ما رسیده عنوان می کنم که دوستان آشنا بشن و ما سپستر که برنامه های اسطوره ها رو باز کردم با آنها خیلی دقیق خواهم پرداخت. کتاب های پهلوی منظورتون کتاب هایی به زبان پهلوی بوده و بله. پارسی باستان که دشمنان ما نابود کردن عمدتاً و کتاب ها رو سوزوندن یا به اسکندر دادن که بود، همون نفوذی هایی که گفته بودیم، اینها چیزهایی که باقی موند به وسیله وست اند مولر در قرن 19 1880 ترجمه شد از پهلوی به انگلیسی مستقیم. ترجمه هایی که پارسی شده معمولا خاخاما و به اصطلاح عربا و به اصطلاح نبو بنویس ها هم دشمنان ایران ترجمه کردن معمولا که مزخرفات و به اصطلاح طبق معمول خوردن، ولی بخش هایی که بندهش ما به از اون ترجمه انگلیسی رو که از وست و مولر پیدا کردید و بقیه تکس های پهلوی، منظور این که از میان خروارها دانش ایران که نابود شد ما یک هزارم یک میلیونم میشه شاید پیدا کردیم و این خود به دلیل اینکه جان دارد به وصل پیوند به بقیه دانش هستی که ما خب میگفتیم امروز روی اول شاهنامه هم صفحه اولش نگاه کنین در آفرین کردن به پیدایش، یعنی آفرینش چه گفته فردوسی و از کجا این رو میدونسته. یه دیگه این گفته آقا مگه میشه اون موقع ما فیزیک میدونستیم، ریاضیات میدونستیم، ستاره شناسی، تکامل میدونستیم، یعنی این گونه بی جان و مرده و بیچاره کردن ایرانی رو که دنیا رو خوردن، تونستن دنیا رو بخورن. بله. دشمنان ایران که گفتیم اقوام تازیه عبری و عربی و آشوری و بابلی و سومری و اینها آدم خوران به اصطلاح شکم زیر شکمان، این گونه تونستن ما رو نابود کنن و این خودزنی و این خود بیچاره بینی رو قشنگ در این سیستم های فرهنگی که امروز دارن ارائه میدن دشمنان ایران تو این کانال ها میبینیم. اینه که تنها راهی که نجات پیدا کنیم ببینیم که چگونه، بله اگه زنده بشی گونه که پدرت فردوسی داره بهت میگه جان و خردت رو دوباره از نو پیدا کنی و خرد رو نگهبان جانت بکنی، نه اینکه همه چیز به تو شکم و زیر شکم، اون چی میشه؟ همه چی رو خواهی فهمید که چگونه ما اینها رو میدونستیم با جان و خردی که نگاهبان جان شده. یعنی جان این صداش پخش نمیشه، باید اینو ببندیم اونو باز کنیم یک لحظه با پوزش از همیهنان. بله بخش جان و خرد رو که پیش از آفرینش هست رو باز کردیم. بله. ما و گفتیم که زمانی که فقط خرد نگاهبان جان شد، نه خرد در خدمت به اصطلاح drink, eat and drink and multiply اون چیزی در تورات هست بخور و بیاشام زیاد شد، در خدمت اون اول خرد در خدمت البته در خدمت اونا هم قرار میگیره خود به خود، زمانی که در خدمت جان قرار بگیره و جان اون چیزی که تو پیوند تو با کوارک های اولیه با ذرات اولیه با شروع هستی تایم سپیس خود زمان و مکانی که توش پیدا میکنه، یا دانش بزرگ در درون هستی هست اهورا مزدا دانش بزرگ، نه موجوده که به اصطلاح ابلهی در تو آسمون، بلکه دانشی که در همه جا هست در ذرات وجود تو هست، هر کدوم از شما از صد تریلیون 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 اتم درست شدید، اتم کربن عمدتا، و این زمانی که بدونید این کربن کجا درست شده اون وقت یه دفعه متوجه میشید که چگونه امکان میتونه از خردی که نگهبان جان شده به همه چیز پیوند پیدا کنه، نه فقط از طریق نوشتن و نمیدونم تکنولوژی، بلکه از طریق خرد در خدمت جان، و جان خود میداند که از کجا آمده است و با کجا می رود. اون چیزی که بعد از اون که ما سرکوب شدیم به وسیله به اصطلاح ابریا که اعراب رو به ما فرستادن و جان ما رو گرفتن و جان مال و ناموس و قول به قول ایرانیان همه چی رو گرفتن، ما دیگه وندر کردیم که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، برای اینکه از بن بریده شدیم و
یا اون بیچاره‌ای که جان داشت ولی خرد نداشت، رومی نزدیک بود احساس کنه بفهمه که از کجا اومد، جریان چیه، ولی چون خرد نداشت فهم کرد ما علی و قلی و محمد و ابراهیم و موسی و روسپی و ایناست، این چیزایی که گفتن، خب خود رو فروخت و ایران رو فروخت، بدبخت شد تا زمانی که با شمس، یعنی با نیروی مهر، شمس یعنی خورشید و عربیش میشه شمس، تازه شمس هم ما ساختیم برای اونا، معرب شده. چیکار کرد؟ آخر سر تازه فهمید جریان چیه که دیر شده بود و مرد. ولی زمانی که اونو حس میکرد که از نیستان تا مرا ببریدند، یا اینکه اون کسی که دور ماند از اصل خیش، اینا همه میبینیم که این نی ناله‌ای که میکنه به خاطر اینکه از بنش بریده شده، از نیستان، از اون سرسبزیش، از سبزیش، از ریشش، از زندگیش، از زنده بودنش بریده شده، تیکه چوبی شده که سوراخش کردیم و توش میدمیم و اون صدای ناله ازش بیرون میاد. چرا؟ چون این انسان سر بریده و ته بریده است، بن بریده است. ما بن بریدگانی هستیم که امروز میبینیم که چگونه بر علیه خودمون و مادرمون، پدرمون و کشورمون به راحتی، به خاطر اینکه ملعبه دست اجنبیان تازی، عبری و عربی و آشوری و زردش احمق و فلان اینها شدیم. البته زرتشت معنی زرتشت نه، زرتشتیانی که سرا یهودی ها ساختن تو ایران، الان به اسم زرتشتیت دارن مقاشون، همه همون رهبرای جودان، درست مثل رهبرای مثل آخوندا که همه خود همون باد یهودی ها هستن، رهبران یهودی ها، نه مردم. باز میگی مردم مسلمون و فلان و زهر ما رو اینها، نه، یا یهودی و فلان، رهبران و توطئه‌گران که الان میبینیم که سیستم جاسوسیشون هنوز کار میکنه. خب شما این نیستان رو گفتین، نیستان، بله، یاد چکامه بسیار زیبای این دختر نازنین هیلا صدیقی افتاده، بله، که میگه که در یکی از چکامه هاش میگه که اینها همه از جنس چوب و درختن، ولی این تبری که داره این صرف های قد بلند و این انسان های آریایی رو قطع میکنه از همون جنسه، ولی ریشه نداره، ولی ریشه این تبر، این دسته، این تبر، بله، از همون چوبه، از همون نژاد انسانه، ولی این بی ریشه است که درختان سرسبزی ایرانو، چون ما سرو آزاده سمبول ایرانی بود، سروی که همیشه سبزه، همیشه سرسبزه و همیشه زنده است و همیشه خوشحاله و همیشه در پیوند با هستی و همیشه بوی خوش و تنفس و زندگی بخش و با جانش در تماس، سمبول زیبایی که بعدا میبینیم بخشایی از این به شکل دنبوریده میره تو مسیحیت، یعنی میره تو یهودی ها که اونجا مسیحیت رو یه دهشون درست میکنن. دقیقا هم میبینیم این سرگذشت هزاران هزار ساله ماست، از 12,000 سال که با این اهریمن صفتان در جنگ بودیم و 5,000 سال پیش که با این سومریان تازی در جنگ بودیم، پدران ابری های توراتی، و همین گونه به جلو میاییم تا به عرب و اسلام میرسیم و The rest is history. ببینید که چگونه شد و امروز میبینیم که اینها رو بر ما حاکم کردن، بر بشریت حاکم، فقط نه بر ایرانی ها، ولی مرکز توته بر ایران بوده، داسوساسی، جنایتکاری، خرمرد رندی در ایران بوده، به خاطر اینکه تنها خطری که به سرا سوداگران یا شکم زیر شکمان رو تهدید میکرده فرهنگ آزادگی و فراپویش ایرانیان بود. این که حالا ما از کجا پس میدونستیم که ما با جان و خرد در خدمت فراپویی یا اولوشن بودیم یا معرب شدهش تکامل بودیم، به این دلیل که امروز دوباره براتون باز میکنیم، میبینیم که آناهید امروز در بندهش براتون بخششو میخونه که این داروین نبود که گفت انسان مثلا همه چیز این پروسه تکاملی و انسان پدرانش میشه اولین با 8 میلیون سال پیش بودن، البته اون موقع نمیست 8 میلیون سال پیش داروین، از با گوریل و شامپانزه و اینها به هر حال پدران و مشترک داشتیم، پیش از اون با سگ و گربه، پیش از اون با بقیه پستاندارانی که مثل موش بودن، در زمین بودن، زیر دست و پای دایناسورها بودن 65 میلیون سال پیش، اون سنگی که میخوره به زمین و
به حال اکثر دایناسورها از بین میرن، منهای بخشی سوسمارها و پرنده ها و اینها، به حال اون وقت پستانداران میتونن رشد کنن، شوب شاخه بشن و از نهنگ تا انسان تا گرگ تا اینا همه از یک جا میان، با هم قمخیشیم با هم و همه از درخت هم میان، به درخت هم از تکسلولی میاد، تکسلولی هم از همین کربونی که گفتیم آبها میاد، همین کربونی که در تن شما هست و گفتیم که این کربن از کجا آمده بچه، از سوپرنوواها و خورشیدهایی که بعداً بخشش خورشید ما ساخته به بقیه خاک ها، گرد خاکی دور خورشید تبدیل به زمین اینها شدن. اینا چیزایی که امروز دیگه is elementary my dear. اینه که از بیدانشیه که این سوال ها میشه، ولی پشتش انسان میبینه که یک کینه و عقده نسبت به فرهنگ ایران هست و میدونیم این یا یهودیه یا سیده یا توراتیه یا بهایی، مخصوصا بهایی ها که جاسوس یهودیان مستقیم، باز میگیم مردم بدبخت بی سواد و نادانی که دنبال اینا میرن، اینا نه، اکثرشون که توطئه‌گران هست اونا رو میگیم. اینه که بعد این وقت فقط کوتاهش کنم، به این دلیل امروز این رو برای آخرین بار برای این دفعه ریویو میکنیم و دیگه هفته بعد میریم ادامه میدیم، برای اینکه فردوسی پر از راز و رمز و کلید آزادی بشره. پس شما یه دفعه میخواین بخونید؟ بله، من این بخش آفرینش رو یک بار میخونم و شما سپستر خط به خط برای ما باز کنید، البته به صورت کوتاه باز کنید. این آفرینش و پیدایش از شاهنامه پردیسی از فردوسی بزرگ است در رویه نخست. کدبان مازیار پدرام گفتن که اگر ما شروع کنیم شاید ایشون بتونن کلیک کنن رو اون قسمتی گوشه دست چپ و این شعرها رو نشون میدن. خود کدبان ممکنه شعرها رو بتونن نشون بدن در حالی که ما داریم این رو میخونیم، که دوستان بدونن ترتیب این شعرها به چه ترتیبه و ما روش کار کردیم و ترتیبشو مقداری که لازم بود درست کردیم، ولی به هر ترتیبی این خود اِوولوشن و همون ترتیب غلطی هم که بسا این خاخان بنویسا و آخوند بنویسا نوشته بودن تو این هر تو هر شاهنامه نگاه میکنیم یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، ولی این ترتیبشو به زیبایی شما از درونش به ترتیب نوشتید. ولی چرا نمیتونن نابودش کنن؟ هرچی آشغال تو شاهنامه ریختن نمیتونن نابودش کنن؟ ای گفتین چرا؟ جان خرد خالی نیست، خرد که دزدیده شد از ایران به وسیله یهودیانی که اسکندر آوردن و بردن بیونان و خوردنش و قایمش کردن و اینها، خرد خالی نیست و ازش استفاده چیزی شکم زیر شکمی کردن و فلان اینها به اصطلاح اپلاید چیز ساینس نیست، این applied on جان، یعنی اون چیزی که از دم بریده نشده و از بن بریده نشده. من همیشه بن رو میگم دم. و خرد جان تا زمانی که با هم نباشه انسان انسان نیست، حتی ویروس هم نیست، حتی رت هم نیست، حتی میمون نه، میمون هم جان داره هم خرد، فقط انسان. بله آره، از میمون تو فقط انسان شکم زیر شکمی یا توراتی یا تازی، به هر حال همه این تازی ها رو میگیم، هستن که جان ندارن و خردشون هم خرد دنبوریدی یا بنبوریده است. بس دوستان توجه بفرمایید که همیشه همواره جان رو به کار بیندازن، به ویژه در خواندن شاهنامه و پژوهش آن. ولی به هر روی این خطای بخش سفید بین دو خط هم بخونون، چیزایی که سفید رنگه رو اونا بیشتر دقت کنید. دقیقاً. سفیدی بین واژه ها هم دقت کنید، اون وقت متوجه میشید ماجرا چیست. پس این رویه اول شاهنامه آفرینش و پیدایش یا صفحه اول. بله. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. آفرین. یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از ور تیر خاک، از او مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش بس خشکی آمد پدید، و زان پس به آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. بله، چند خط میخونید که من تا چیز کنم تا
توضیح بدم؟ چهار قسمتش میکنیم؟ من کلش رو میخوام بعد شما خط به خط بریزم، چون کدمان چهار قسمتش کرده. بله، چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، گوهرهای کندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید. فلک های کندر دگر بسته شد، بسته شد، به جنبید چون کار پیوسته شد. به جنبید چون کار پیوسته، همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گردش زمین آفتاب. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره به سر برش گفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. به بالید کوه آب ها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. گیار است با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشان زبخت. به بالد ندارد جز این نیرویی، نپوید چو پویندگان هر سویی. و زان پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. سرش زیر ناید به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. خور و خواب و آرام جوید همی، وزان زندگانی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چوزین بگذری مردم آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. پذیرنده هوش و رأی و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. زراح خرد بنگری اندکی، که معنای مردم چه باشد یکی. مگر مردمی خیره دانی همی، جز این را ندانی نشانی همی. تو را از دو گیتی برآورده اند، به چندین میانجی بپرورده اند. چو دانا توانا بدو دادگر، از ایرا نکردی ایچ پنهان هنر. نخستین فطرت تو پستین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. شنیدم ز دانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. چون این است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. نگه کن سرانجام خود را ببین، چو کاری بیابی بهی برگزین. به رنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش رواست. به رنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرد رنج. نگه کن بر این گنبد تیز گرد، که درمان از اوی است و زوی است درد. نگشت زمانه بفرسایدش، نه این رنج و تیمار بگزایدش. نه از گردش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. از اودان فزون و زودان شمار، بد و نیک نزدیک او آشکار. زیاغوت سرخ است چرخ کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. به چندان فروغ و به چندان چراغ، بیاراسته چون به نور و به باغ. روان اندرو گوهر دل فروز، که از اون روشنایی گرفته است روز. بله بله، درود بر شما. اینو سر هم خوندین خوبه، برای اینکه دوستان خودشون گوش آشنا میشه و خرد و جان بیش از همه آشنا میشه، چون با تکراری که به جان بسته میشه. بله. انسان فقط جانش، حتی میشه جان رو با تکرار نابود کرد، میشه با تکرار جان رو میشه از بشر گرفت و بشر رو کشت.
و با تکرار اون چیزی که میگه نگه کن سرانجام خود را بیا ببین، اونجا رو انسان رو در خدمت خودش میگذاره، میگه خودت تصمیم گرنده خودت باش. و بعد چون بعضی ها فکر میکنن خودشون کارو میکنن، ولی قبلا جان ازشون گرفته شده، اینقدر مخشویی شدن به وسیله توطئه‌گران که خودشون رو هیچی میبینن و روان پریش و بیچاره و این گونه بشر رو تونستن نابود کنن. ولی فردوسی این جان رو به انسان باز میگردونه، فرهنگی ایرانه که این جان رو به انسان باز میگردونه. خب چرا؟ میگه من و کتبان گرامی من میرم سر خط، سر این آفرینش و پیدایش هستی شماره یک، خط شماره یک، بند یا بند شماره یک. بله بله بفرمید بفرمید. درود بر شما. چهار بند. بله. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. توانایی گفتیم همون که انرژی امروز بهش میگیم. تا زمانی که این زبان فردوسی رو ندونیم زود ازش رد میشه انسان، ولی اینجا داره چنان عمقی از دانش هستی رو میگه که انسان باید بدون توانایی یعنی چه، ناچیز یعنی چی، یزدان یعنی چی، گوهر چیه و سر مایه گوهر چیه، و از آغاز که باید بدونی کجاست آغاز. بله، منم در کنار شما این رو پیوند میدم با اسطوره هایی که گفتیم از زمان ده هزار تا 12,000 ساله که به دست ما رسیده، و اسطوره های ما این گونه میگن. شما از یزدان و از ناچیز سخن گفتید. بله، از ناچیز چیز آفریده. در اسطوره های ما از بیکرانگی به کرانمندی، یعنی پس از پیدایش ما در بیکرانگی بودیم و سپس پیش از پیدایش ما در بیکرانگی بودیم و سپس به کرانمندی. کرانمندی یعنی تایم و سپیس ما که 13.7 میلیارد سال پیش به وجود اومد. در فرهنگ ایران نمیگه 13.7 میلیارد سال پیش، چون ما این از توی تکنولوژی امروز محاسبه کردیم با سرعت نور. بله. ولی دقیقا میگه چگونه، همونو بله. میگه بدونه که دقیقا بگه کی. و اسطوره میگه وای درنگ خدای و زمان درنگ خدای، یعنی یک درنگ، اون اون لحظه. ثانیه یا اون درنگ اولیه که گشایش پیدا میکنه ما رو در اسطوره ها به وای درنگ خدا یعنی سپیس، و زمان درنگ خدا یعنی تایم، زمان. بله. این رو بازگو و داستانهای زیبایی داره، زاده شدن تایم سپیس و در هم پیچیدن تایم سپیس. ما این حتی بعدا میبینیم میره به کتابهای ودای هندی که حدود بین 4,000 تا 6,000 سال پیش این رو از ایرانیان، اینها چون خوشبختانه اجنبیان نتونستن، از 8,000 سال بله، بر 8,000 سال خورده، 4 تا 8,000 سال نتونستن خوشبختانه کتاب‌های وداها رو نابود بکنن، با اینکه فرهنگ ایران رو نابود کردن و اول دادن به اسکندر برد و بعدش هم با هم اعراب رو که آوردن به طور کامل نابود کردن پیشکار خودشون. ولی یه ده بودن که اینها رو دادن به فردوسی، باقی مونده شو و دشمنان ایران شکست خوردن. اینه که امروز دوباره این فرهنگ داره بیرون میاد. دقیقا. و یک نکته دیگه در مورد یزدان یا اهورمزد، این در اسطوره این گونه اومده، اهورمزد پیش از آفرینش خدای نبود، وجود نداشت، پس از آن خدای و سود خواستار پیدایش شد. خب پس بندهش هم همین میگه که فردوسی میگه. مطمئنم که بخشی از بندهش به فردوسی رسید، به دست فردوسی رسیده بوده. برای اینکه تعداد زیادی از تکست های پهلوی رو که ایرانیان مخفی کرده بودن از دست عرب، از دست درست باید بگیم رهبران عرب، یهودیان گفتیم کیا بودن، که چطور اونا رو ارگانایز کردن، این پابرهنگان اینا که میومدن میگفتن چیکار کنیم، میگفتن این گونه باشون بزنیم، اون از اون پرسون از اون، آخر سر از به اصطلاح خاخام گنده که میپرسیدن در یثرب میگفته بریزین به دریا و بسوزونید، اونایی که قابل سوختن نیست بسوزونید، یعنی اونایی که روی سنگ نوشته، هم کاری که امروز توی به اصطلاح دانشگاه شیکاگو یهودیایی که روش دست گذاشتن و میخوان تیک پارش کنن و از هم جدا کنن و بخرن ببرن اسرائیل، و خبر انسان ندونه که چه فرهنگی و چه پردیسی بر روی زمین بوده و قابل ساختنه، به همین دلیل تبدیلش کردن که آقا اصلا پردیس برای زمین قابل ساختن نیست، زمین یک
جانم 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 با من هستی؟ دوتا زن؟ بله بله دوتا زن بیس بیس بله 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 بیس 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 تا دو بیتی دیگه مونده، 80 دقیقه وقت داریم، میشه دونه چهار دقیقه، یعنی هر دو خط و چهار دقیقه، بیشتر وقت نداریم صحبت کنیم. باشه باشه پس خوبه چون میخوان بذارین اینو اگه بشه بذارین روی یوتیوب. درود. پس من سریعتر میگم، از اینا میگذاریم، اینا روزای بعد توضیح میدیم که به هر حال چه شد که این گونه شد. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، ناچیز هم توضیح دادیم. یزدان رو توضیح، یزدان دانایی بزرگ، دایا دانایی که بیکرانه، درست مثل اهورامزدا. ناچیز هم به این دلیل که ذره اول که بیگ بنگ از او آفریده شده یا از اون سوراخ بیرون اومده یا تایم از اون سوراخ آفریده شده، از کوارک هم کوچکتر است، از اتم هم کوچکتر است، لیمیت تایم ناچیزه، در چه زیرو نیست. گفتیم زیرو امکان نداره که چیزی زاده بشه، پس ناچیزه، یعنی بهش میگن لیمیت آف زیرو در ریاضیات. پس ما اینو میدونستیم که هستی از ناچیز، از لیمیت آف زیرو، بیگ بنگ از اون لحظه به دنیا اومده، اسمش بیگ بنگ نذاشتیم، شما گفتین در بندهش. پس و بعد میگه که بعد از اون یکی آتشی برشده تابناک میان باد، که گفتیم که این خود بیگ بنگه که کلمه مزخرفی بیگ بنگ، ولی آتشی برشده تابناک درستره. مایه چهار گوهر آمد پدید که بعد چهار فورس هستی رو توضیح دادیم. بله، که در اسطوره‌های ما چهار آخشیج هستی خیلی به اصطلاح تکیه شده روش، و حتی گردونه مهر که اون علامت سواتسیکای هندی هست و مهری و آریایی هست، اون رو اون نماینده این چهار آخشیش یا این چهار نیروی هستی هست، و درفش کاویانی ما هم بر اساس همین گردونه مهر و شناخت این مهر هستی و این گردش انرژی های هستی رو نمایندگی میکنه. درسته درسته. چهار گوهر، چهار فورس هست که چهار گوهر اصلی و بعد خورد گوهرانی که ما توضیح دادیم من. که 92 عنصری که روی زمین یا آخشی یا پاردی که روی زمین که شما رو ساخته، و عمده شما همون کربونید و سم هیدروژن اکسیژن و سم مقداری تریس آف همه چیز دیگه، گوهرهای دیگه در وجود شما هست. البته از آهن اگه سنگین تر بشه کم کم خطرناک میشه، میشه هیوی متال. هیوی متال برای بدن اورانیوم خوب نیست، مثلا اورانیوم یا لید که چیز باشه، سور باشه، اینا دیگه مال موجود عالی نیست، میدونم جزو چیزهای معدنی که البته بعضی نیروهای عالی میتونن اینا رو تحمل بکنن. پس میگه نخستین که آتش جنبش دمید، خط سوم، نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید، از با آرام سردی نمود، ز سردی تعریف و زود. گفتیم همه اینا رو که چگونه این پروسس دقیق اِوولوشنری گوهرها رو یا عنصرها رو به قول معرف شدهش دقیق توضیح میده، دقیق توضیح میده که چگونه بعد آب آفرید، آب از همین گوهرهای اولیه، سردی اون تعریف رو فزوده به خاطر اینکه بخارها تبدیل به آبها شدن. بعد خط چهارم، چون چهار بله از اون اسطوره که در پیوند با این هست، با این چهار گوهر هستی که همون آتش و باد آب و خاک باشه، ما نمایندگانشون ایزد بان میترا، ایزد بانو آناهیتا، ایزد بان واتا یا ویو که بله باد باشه، و ایزد بانو آرمائیتی هست. بله، اینا سمبولیک شده یه نیروهای هستی هست. نه یک بسیار زیبایی در پیوند داره. این بعدن شما باز میکنی، نه یه موجوده که دروغین بله. و کدبان اومده. بله بله کدبان با ما هستی؟ دکتر زند فقط میخواستم یادآوری کنم که رفرنس بده اینا. بله بله، اینا رو هر کدومش رو شما دو ساعت در موردش صحبت کردی، اینو فقط یه توگه رفرنسی بده. باشه باشه، درست. درود درود. بله دوستان، فراموش نکنید توی بخش شاهنامه رو که جدا کردن کدوان گرامی و گذاشتن هم اون آرشیو رو جدا کردن، اونجا به قول معروف پی جی 13 هم نیست، قشنگ میتونن همه گوش بکنن دیگه. بخش های دیگه پی جی 13 یا آره که مال بچه ها نیست. البته بچه ها توی مدرسه چیزهای خیلی وحشتناکتر از این می، ما توی برنامه های دیگه
اون چیزی که شایسته دشمنان ایران رو بهشون میگم. ولی تو قسمت شاهنامه دوستان میتونن به ترتیب اینها رو برای کودکان خود یا جوانان خود یا پیران خود این رو پلی بکنن و نگاه بکنن. از یک هست تا فکر میکنم 10 تا شده تا حالا. این رو ما یک دوره کوتاه میکنیم همراه با بندهش و اسطوره های تکست هایی که از پهلوی به انگلیسی ترجمه شده و بعد به فارسی آنهایی ترجمه کرده. پس آتش بعد گرمیش خوشی بعد بعد چارگوهر که به جای اومدن سر جای خودشون اومدن خط چهارم گوهرها یک اندر دیگر ساخته زهر گونه گردن برافراخته. میبینیم که اینجا خرد گوهرهایی که از چهار گوهر درست میشه خیلی جالبه که ما میدونیم که اکثر این خرد گوهرها در خاک و بخشیش در هواست، اکسیژن و هیدروژن و هر چی به صورت گازه. پس آب و باد و خاک و آتش، باد یعنی هوا، چندین نوع گوهر در درونشه. تمام هرچه گاز شکل روی کره زمین از هیدروژن که سبکترین و هلیوم و اکسیژن برین تا جای تا دیگه و بعد برسیم به جسمایی که محکمتر و سنگینتره که وارد خاک میشه و بقیه گوهرها یا عنصرها در اونها هست و ما از همه اینها زاده شدیم. و آتش که نماینده انرژی اصلا سمبل تمام انرژی، اگه بدون آتش هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نبود. آتش اینو آتش اولیه، ما از آتشی که خودمون چوب رو میسوزیم درست میکنیم صحبت نمیکنیم. آتش اولیه به صورت باز شدن انرژی به شکل بیسیکش بوده. بله، در این پیوند ما گفتیم بر روی اون چهار گوهر که نمایندگانشون میترا، آناهیتا، واتا و آرمائیتی، اینها اون چهار گوهر باد و آب و آتش خاک هستند و داستانهای آنها. و اینجا سخن از سپنجی سرای میاد و بله. این سپنجی سرای که همین گشایش هستی ما، تایم اند سپیس، زمان و مکانی ما باشه، بدین گونه به نظر میاد که سپنجی یعنی از سه بود مکانی بله. سخن میگه، بود چهارم که زمان باشه و پنجم سپنجی سرای مجموعه آنها باشه، شاید همان هایپر سپیس رو هم در نظر داره. ممکنه سپنجی سرای رو خیلی میشه روش صحبت کرد، قبل پیش از این هم کردیم. بله. در آینده میتونیم بیشتر توضیح بدیم. به هر روی از اون گوهرهای اصلی ما اینجا میبینیم که خرد گوهرها، گوهرهایی که اندر دیگر ساخته در واقع در پیوند اونها هست. زهر گونه گردن برافراخته، پس این حرکت گوهر سازی شده که ما توضیح دادیم که این گوهرها در درون سوپرنوواهایی که امروز پیدا شده، نه خورشیدهای بزرگتر از خورشید ما که در خود فرو ریختن و در فرو ریختن همه چیز، هیدروژن اومده، هیدروژن خود از ذرات پروتون و نوترون اولیه اومده، پروتون و نوترون از کوارک ها و نوترین هایی که به هم چسبیدن در اصل کوارک میتونیم بگیم، یا متر انتی متر درست شده در لحظه اول. نوترون هم همون در اصل پروتونه که به حال بارش من چیز نوترال بهش میگن نوترون. و اینها رو موقعی که بشکنیم، امروز سعی میکنیم توی این کلایدر ها بشکنیمش، میتونیم ذرات اولیه رو که خیلی ناپایدار و یک در یک بیلیون 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 سال اولیه ممکنه به وجود بیان از بین برن، بسیار ناپدید بشن، از بین نمیرن، ناپدید میشن، ما میتونیم اینها رو پیدا بکنیم. این بحث کلایدر ها رو باز ما قبلا گفتیم بهش در آینده. خیلی جالب، من یه خط شعری از حافظ پیدا کردم که این گونه میگه: طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود. بله، یعنی این پیوند خورشیدها و این به اصطلاح گوهرهای به اصطلاح اولیه که پس پدید آمد این گنبد تیز رو. پس از همه این ماجرا که این اتفاقات پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نوبنو، نوبنو شدن رو توضیح دادیم. حتما برگردید به برنامه های قبل. ابر ده و دو هفت شد کت خدا، گرفتند هر یک سزاوار جا. اینم باز بحثی که تو کوانتوم مکانیک امروز خیلی بحث طولانیه. میگم ما چون توی برنامه میخوام این رو چیز کنیم، من بیش کنم از این نمیرسم باز کنم، ولی کوتاه میگم که اشاره میکنم دوستان برن خودشون مطالعه بکنن که ابر ده، ده دیمنشن، ده دیمنشنی که امروز تو ریاضیات میشه متصور شد که بسته به دیمنشن ما هست، بسته به بعد زمان و مکان ما هست،
و از ما فعلا از ما پوشیده است و 2-7 که 14 میشه، 7-7 میره بالا و 14 که با 10 24 میسازه. شما کوانتوم مکانیک هم بزن مطالعه بفرمایید، میبینید که این گونه بالا میره و بعد 48 و بعد اون هم میونش باز یک لول های هست. بله. سر 8 بحث های هست. اینا معنای ریاضیات بسیار پیچیده است و این ریاضیات وصل به و این عددها وصل به ساخت بودن ساختمان انرژی و ماده. کوچکترین تکونی در این ساختمان همه چیز فرو میریزه و اصلا امکان به وجود بودن انرژی و ماده وجود نداره. این بحثی که بعداً توی کوانتوم مکانیک به بخش به هر حال یه جایی به سوپر استرینگ تئوری که رسیدیم یا استرینگ تئوری که رسیدیم به هر حال میتونیم بیشتر بازش بکنیم که این قوانین ریاضی که ما فرمول اصلی زمانی که سینگولاریتی یا همه چیز در هم فرو ریخته بوده به بعد زمان و مکان ما از اون باز شده رو پیدا بکنیم، خیلی از چیزها حل شده و ما بسیار در لبه پیدا کردن اون فرمول قرار داریم، خیلی هم نزدیکیم و تقریبا داره به اثبات میرسه سوپر استرینگ تئوری. بله خیلی جالب این ریاضیات هستی که میگی و اینکه ما اصلا این رو هستی رو به صورت گنبدی میدیدیم، به شکل گنبدی، و اینکه اصلا خود گنبد سازی بله. و این آرشیتکتی که در ایران هزاران هزار سال پدیدار شده به خاطر همین ریاضی، شناخت ریاضی دانشی هست که ما داشتیم. و ستاره شناس و دانشمند بزرگ ما خیام میگه که این منظور از اعداد شناسیه، ای آمد از عالم روحانی تفت بله. حیران شده در 5 و 4 و 6 و 7 می خور چون ندانی که از کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت. این 5 و 4 و 6 و 7 هر کدوم داستانی داره واسه داستان داره و هستی. و اینو میگه با خرد خالی به جای نمیبره، این رو با جانت باید همراه بکنی. می خور یعنی جنس هستی رو بگیر همراه با این که به هر حال آزاده باش و نمیدونم غیره و غیره، حتی می هم بنوش. اینها همیشه چند معنی بوده در فرهنگ ما، مخصوصا بعد از حمله اعراب ما اشعارمون 10 معنیه 20 معنیه، یعنی با یک گفتار چند معنا رو بیان میکنیم. این فقط در زبان پارسی ایرانی، پارسی باستان که عمدتا اصلش ناب اون 52 حرف، تعداد فقط 40 خوردهش بیشتر باقی نمونده، پارسی دری امروز یا پارسی امروز که به حالی کامل ترین زبان کره زمین و هیچ پدیده نمیتونه این چیزها رو به این دقت باز بکنه و بیان بکنه، چون زبان بیان پیچیده ماجراهای هستیه و هیچ زبانی چه غیری چه علمی چه غیر علمی یعنی نمیتونه اینا رو به این شکل باز بکنه که جان رو با خرد کامبین بکنه. پس خط ششم در او، پس از اون که گنبد تیزو به وجود اومد و ابرده و 2-7 که خدا شدن هر یک سزاوار جای خودشون رو گرفتن، از چیزی جای خودش رو به درستی گرفت طبق همون قوانین ریاضی ابرده و 2-7 دقیقا داره اشاره میکنه. امروز تو بحث کوانتوم مکانیک بخونید ماجرای ریاضیات بودها 10 دیمنشن رو حتما مطالعه بکنید دوستان. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید، فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. خب در اون بخشش رو داد، یعنی نه اینکه یکی به یکی رزوان چیزی بده و اینها که البته اونم هست، ولی بخشش رو داد یعنی همه چیز داده شده است، همه چیز سر جاش. داد یعنی سر جاش، یعنی درست، یعنی دادگستر، یعنی درست گستر، راست گستری، راستی و داد و دهش به وجود اومد، یعنی همه چیز و هم داده میشه، همه چیز از هم میاد. شما هم از همون دهش بیگ بنگ اول اومدید، از همون نخستین که آتش جنبش دمید شما درست شدی. ذرات وجود شما در همین خوشیدهایی که از اون بیگ بنگ درست شده و در هم کلپس کردن و ماده هایی که لازم بوده شما وجود بیاید به وجود اومده. در نتیجه چیز عجیب غریبی شما نیستی، شما همون ذرات اولیه هستی که پخش شد. بله در این پیوند فلک ها و کهکشان ها اسطوره هایی در پیوند به اصطلاح زیج جهانی یا اون چیزی که به اصطلاح به پارسیش زیج جهانی به هر روی میگن، ستاره شناسی و
کهکشان، دانستن مثلا دانش کهکشانی، کازمولوژی، کازمولوژی، بله، اینها داستانهایی هست که ما سپستر در اسطوره ها باز میکنیم، به بخش اسطوره ها که رسیدیم. پس ببخش داننده را، چون فلک ها یکن در دیگر بسته شد، میدونیم که الان کهکشان ها و اینا، پس ما کهکشان شناس و کازمولوژیست بودیم، نه اینکه بگیم که خورشید دور زمین میچرخه. اونجا هم تو شعر خراب کرده بودن، گفته بودن گرد زمین آفتاب، گردش زمین میچرخیده، گرد اون گرد آفتاب میچرخیده، گردش میچرخیده، نه گرد زمین آفتاب گردش، نه. گوش کنید، حالا میرسیم به اونجا. بجنبید، چون کار پیوسته شد، پس به وسیله پیوسته بودن این نیروی مهر یا نیروی کشش، گراویتی بود که همه چیز به جای خودش میجنبه، به جای خودش میچرخه. فلک ها، این چر گردنده ها، گردونه ها، گردونه مهر ما هم که درست کرده بودیم، علامت همین فلک ها بودی که مهر در حال چرخیدن یا کشش در حال چرخیدن. دانش کامل، دانشی که در این حال که دانش کاملی که از کجا آمده، این با جان هم یکیه، در درون حسش میشه کرد، نه دانش دنبوریده امروز که فقط به اصطلاح خرد خالیه، خردی که در خدمت به اصطلاح سوداگریه یا سودپرستی شخصی، بلکه در خدمت اون خردی ما داشتیم که جان در خدمت جان بوده، همون چی که میگه جان باید در خدمت قطع هفتم. همی بر شد آتش، بالا آتش از روی زمین بلند می شد، فرود آمد آب، آب از زمین ها فرود می اومد، درسته از به طریق گفتیم چیزهای فضایی، آب به زمین به وسیله کوههای یخی که برخورد می کنن، کامت ها بخش عمده آبی که روی زمین پیدا شد، به طریق برخورد کامت ها در همون 1 بیلیون سال اول به وجود اومدن زمین ریخته شد به زمین. یادتون باشه بعضی که فلک ها ساخته شدن، فلک هایی که در دیگر بسته شدن و به جنبی چکار پیوسته شدن، اومد داره میاد روی زمین و ببینید به چه ترتیب و دقتی داره از بیگ بنگ، از آتش تابناکی برشده و بعد ماده ها و گوهر ها و 4-10 دیمنشن ها و دیمنشن ها درست شدن و بعد فلک ها که درست شدن، با چه دقتی در این پروسه وجود هستی رو پیدا میکنه که الان در سامانه خورشیدی قرار داره. الان رسیدیم به سامانه خورشیدی که اکثر این چیزها در همین قرن 20 بالاخره دوباره رو شد به قول معروف، که باز بنش از اینجا میاد ولی گفته نمیشه، البته با کمک انشتن و بعدم کوانتوم مکانیک امروز که چند سالی بیشتر نیست، چندین سالی. پس همین بر شد آتش، از زمین هنوز آتش بود، پس میدونستیم زمین آتشی بوده، اینش که نمیدونسته تا همین 100 سال پیش هم نمیدونستن. فرود آمد آب، این هم خیلی هم در 20 سال اخیر فهمیدیم که با کامت ها آب فرود اومد. همین گشت گردش زمین آفتاب، پس همین گشت گرد زمین آفتاب، اگه دارید درستش کنید، گرد زمین آفتاب نمیچرخه، گردش زمین میچرخه، گرد چی؟ آفتاب. همین گشت گردش زمین آفتاب، زمین را بلندی نبود جایگاه. اینم باز میدونستیم که هنوز کوها درست نشده بوده، اول زمین مذاب بوده، سیال بوده. دوستان کجا میدونستیم؟ این عممون ما گفته بوده، نه، این 10,000، 15,000، 18,000 سال تاریخ ایران آریایی. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه، اول یه لایه های سیاهی که روی اون ماده های مذاب قرمز رنگ بوده میگیره که سیاه رنگ میشه زمین، مثل سنگایی که از مادهای آتش فشانی بیرون میاد سیاه میشه. بعد میگه ستاره به سر برشگفتی نبود، کم خط کم هشتم رسید. خط هشتم اینجا باید توضیح بدم که در ارتباط اون، در پیوند اون با اسطوره ها، ما اینجا جنگ بین نیروهای هستی بخش و میرنده رو داریم. درسته. و اینکه این به اصطلاح این دیالکتیک هستی همواره در حال پویش هست. اینها خیلی داستانهای بسیار اسطوره‌ای در این ارتباط داریم. ستاره به سر بر شگفتی نمود، این ستاره منظور خورشیده و ستاره هم هست، خورشید هم یکی از چند صد بیلیون ستاره کهکشان راه کاووسان یا راه شیریه، کهکشان هم یکی از چند صد بیلیون کهکشان هایی که با سرعت نور دارن از هم دور میشه، از هم دور میشه در لبه هاش، نه در درون خودش، در درون بین کهکشان ها سرعت نور نیست، در لبه ها همه چیز با سرعت نور هنوز
از همون 13.7 بیلیون سال پیش در حال گشایش و باز شدنه. یعنی توپی که از بیگ بنگ اول یا آتش تابناک اول درست شده، یا به گفته فردوسی این گنبدی که درست شده و در حال با سرعت تیز رو، این گنبد تیز روی که باز داره باز میشه، یعنی با سرعت نور داره باز میشه، چیه این گنبد تیز رو با همون سرعت از زمان 13.7 بیلیون سال پیش که از ذره کوچکتر از اتم پروتون و نوترون درست بیرون اومد، هنوز در حال گشایش. و اون انرژی اولیه اونه که تمام اینها رو ساخته، من و شما رو ساخته، خورشیدها رو ساخته و این المنت ها، گوهرهایی که جدول مندلیف رو نگاه کنین، 92 عنصر به اضافه گوهرهای ناپایدار که 100 اندی میشن. پس ستاره ها که یکیش خورشید باشه به سر بر شگفتی نمود، شگفتی اون عظمت خورشید ها و ستاره، به خاک اندرون روشنایی فزود، چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. پس کم کم روشن شد زمین، اون خاک ها و اینها که فرو ریختن و اون سیاهی که از بین رفت و اون سطح زمین که کم کم خاک اومد و خاک هایی که رو هوا بودن اومدن پایین، ها کم کم هوا روشن شد. دقیقا این پروسه ای که عجیبه که امروز خیلی اخیر اینا رو دارن مطرح میکنن، که دقیقا این پروسه تکاملی رو با دانش امروز که چقدر طول کشید تا اینا بهش برسن، و اونم با تازه با این زیربنایی که ما 10000 سال پیش ساخته بودیم. اینا هم دزدیدن اکثرش، ولی خب یه تعدادشون هم بیگناه، با قول مرا مثلا انشتم هم فکر نکنم دزدیده باشه، اکثر بقیه اروپایی ها چیزایی که دزدیده بودن از فردوسی و زمان اعراب برده بودن، عمدتا زمان میان فردوسی، زمان حمله اسکندر، اونا به یونانی و بعد به لاتین ترجمه شد و در بعد از طاعون و سیاهی قرون وسطای اروپا ترجمه شد و یه سری چیزاش در اومد که بیداری شد اروپا، یه دفعه بیدار شد. ولی ما رو زیر همین دشمنان نفوذی، همین توراتیا، ما رو هنوز بدبخت و بیچاره نگه داشت. هر وقت اومدیم آزاد بشیم به قول معروف یه کودتا کردن، قاجار رو بودن غیر. خب نمیگذاریم اونا رو بعدا تو برنامه های دیگه میگیم. پس بله، اینجا من این نکته بگم که الان نگاه بکنید میبینین این پروسه از اول شروع شده، از پیش از آفرینش یا پیدایش، از بیکرانگی، ولی اینجا کم کم میرسیم به زمین و اینکه چگونه در روی زمین این پروسه تکاملی پیوسته شده. ما در اسطوره هامون شش گهنبار رو داریم که بله. نخست آسمان، دوم آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم جانورانن، ششم انسانه. و این شش گهنبار، این ترتیب رو دوستان نگاه کنید، این ترتیب رو دقیقاً همین گونه به پیش میریم. پس زمین شد به کردار روشن چراغ، خط نه ببالید کوه، آبها بردمید. تازه فشارهایی که پلیت تکتونیک امروز پیداش کردن، تازه پیدا کردن در همین چند یکی دو دهه قبل، دو سه دهه قبل اگه اشتباه نکنم، از 80 سالهای 80 پلیت تکتونیک تئوری کم کم روشن شد و پیداش که و ثابت شد. ببالید کوه، پس کوه ها به اثر این فشارها ببالید، بالا از زمین بالا اومدن، میخ زمین نیستن. خدا نزده خدای احمق یک الهوه یا الوخیم یا به قول معروف یهوه یهودی نزده اینا رو به عنوان میخ روی زمین. پس ببالید کوها از زمین، با فشارها از زمین بلند شدن، سر رستنی سوی بالا کشید. و پس از اون که زمین ها بلندی پیدا شد، تازه ابرا میتونن برن روی این کوها بمارن، آب شیرین به وجود بیاد و رستنی ها به وجود بیان، رستنی هایی که به بالا برن. سر رستنی رو سوی بالا کشید، گیار است با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سران شانزه بخت. ما میدونیم که بعدن گیاهانی که میوه داشتن سرشون میاد پایین، شاخهاشون میاد پایین، که سرشان زبخت یا میوه پایین اومد. خب بله، این گونه هست که اسطوره میگه زمین را گرد دورگذر، بی نشیب و فراز پدیدار گشت. پس میبینیم که بله. پس میبینیم که زمین را بلندی نبود جایگاه. بعد سپستر میگه که کوها او گوهر کوها را در زمین بیافرید، که پس از آن از زمین بالیدند و رستند. پس متوجه شدی که فردوسی از خودش نگفته، بله، از فرهنگ 10-15 هزار ساله ایران گفت.
بعد افسون بر این که اسطوره دیگری هست که همون ستاره تشتر یا اوسایرس که در سامانه نزدیک به سامانه اوراین هست و این از ستاره تشتر سخن میگه که باران را میاره و ما میدونیم ستاره است که در فصلهای بارانی هست و این کوههایی که برمیدمند زمین را به هفت پاره بخش میکنند که درست همون پنجیا که ما میدونیم که همه چیز به هم چسبیده و امروز تازه میدونیم که قاره ها به هم چسبیده و نه قاره ها از هم دور میشن و بله در اصل نگاه که بکنی تیکه تیکه میشن و هفت پاره میشن که این عمدتا امروز میگن پنج قاره. بله و اون نخستین کوه رو هم از کوه البرز نام میبرن و باید اینجا گفت که کوه البرز نه تنها کوه البرز خودمون در شمال ایران بلکه سراسر سلسله کوههای هندوکش رو البرز هندوکش و که میره به پاکستان بله. و میره به هندوستان امروز و کوههای هیمالایا جز به اون هاست. بله کوههای اصلی که بر اثر همین فشارها که بالیدن بله. پس گیاه رست پس وزیر آمد سران شانزه وقت گیاه هم رستن. حالا این گیاه ها فقط میبالن بلند میشن ببالد ندارد جز نیروی نپوید چو پویندگان هر سویی و خط ده داریم میخونیم و از آن پس چو جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خیش آمد. پس اول گیاهان بالیدن نمیپویند حرکت نمیکنن سر جاشونن و بعد جنبنده ها یعنی حیوانات یعنی پدیده ها یعنی حشرات یعنی پس این پروسه تکاملی رو دقیق ایرانی میدونسته. حالا میگه از کجا باز برگردید به جان آخرتون متوجه میشید. بله در اسطوره برید پیدا کنید به پرتغال فروش رو. بله در اسطوره های ما به ویژه در بندهش آمده که ما اسطوره درخت منی سیدز یعنی درختی با تمام بذرهای همه گونه گیاهان در اقیانوس فراخ کرد. اقیانوس فراخ کرد رو میتونید همون اقیانوس هند در زیر ما بدون بله همشه سورس رو بگید. بله این از بندهش هست بله. و این دریای این درختی که استورش هست گوکران هست که در این در اقیانوس فراخ کرد هست و به صلاح خانه سیمرغ هم در آنجا هست. بله این استوره های ایران چیز دیگری است تا داستان های دروغ اجنبی به صلاح ضد بشرها. استوره های ایران فشرده شده دانش و تاریخ و این رو زمانی که به اسطوره ها رسیدیم قشنگ بیشتر دوستان متوجه خواهند شد فرق بسیار سیاهی با سپیدی یا دروغ با راستی اینها درست این گونه است. پس بازم پس جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خیش آورید و از رستنی ها استفاده میکنه جنبنده ها سرش دیر ناید بسان درخت نگه کرد باید بدین کار سخت ما پس حرکت میکنیم سر جام وای نمیسیم شاخهامون پایین نمیندازیم. این حرکت کردن حتی فردوسی رو به تفکر انداخته بوده نگه کرد باید این کار سخت جنبنده پیش درست شد روی خط 11 است که چطور جنبنده درست میشه امکان داره که از این همین کوارک هیدروژن اکسیژن یا از همین ذراتی که فردوسی میگه گوهران اولیه چطور موجودی درست میشه که راه میره یا حرکت میکنه یا میپره. خور و خواب و آرام جوید همی وزن زندگان وزن اینجا یکم سکته داره زندگانی کام جوید همی پس احساس داره خوره خواب خواب آرام مثل ما دلش خواب بخوابه آرامش داشته باشه بخوره کامجویی بکنه و نگویا زبان اینجا داره میگه اینها حیوانات هن نگویا زبان و نجویا خرد خط دوازده زخار و زخاشاک تن پرورد. پس اینجا حیواناتی که مثلا گیاه خارن نداند بد و نیک و فرجام کار نخواهد از او بندگی کردگار. به چه دقتی بعد حیوانات به وجود میان که خار و خاشاک میخورن یا گیاه خارند و هنوز انسان نیست مثل ما نیک و بد و فرجام و کار رو نمیدانند و کردگار یعنی این پروسه هستی از او بندگی در اصل یعنی اون در که آگاهانه به دنبال اون پروسه تکاملی که به وجود اومد آورده تش بره اون آگاهی رو که این پروسه تکاملی بهش داده که یه درجه بالاتر از نظر تکاملی از نظر فراپویش بالاتر از حیوانات گذاشته تش یا جلوتر از حیوانات برده تش که البته هر حیوانات هم تکامل خودشون رو به این راه خودشون دارن میرن ولی همه قمخیشیم با هم ولی اینکه این راه
شناختی آگاهی رو به شکل انسانیش داره، کردگار ازش یا اون نیروی هستی یا اون نیروهایی که اینو وجود دارن ازش چی میخواد؟ همراهی میخواد. بندگی اینجا به معنای سلیوری نیست. بله. کردگار نیروی هستی به شما میگه من از تو همراهی میخوام، من تو رو به وجود دارم، من از تو، از من به وجود اومدی، بیا این پروسه تکاملی رو تک کنیم. بله. با هم اینجا در پیوند اون در اسطوره‌های ما گفتین پنجمین گهنبار جانوران هستند و اسطوره گاو یکتا آفریده، یعنی نخستین جانور رو یا پستاندارانی که این همه دهش داد و دهش دارن. بله. گاو، نیروی گاو که نیروی گاو. زمین باشه. بله. بله، اولین نخستین جانور رو سمبول میکنه به گاو یکتا آفریده که در ایرانوویچ آفرید به میانه جهان آن گاو سپید و روشن، آن گاو سپید و روشن بود چون ما. اینجا خیلی داستان‌ها در هم پیچیده. نخستین که این گاو یکتا آفریده در ایرانوویچ، این مکان آریایی‌ها در میانه این هفت کشور بودند به میانه جهان. این چه سخن میگه؟ این تنها انسان‌های واقعی یا انسان‌های آزاده، انسان‌هایی که جان و خرد داشتن، چون بقیه اطراف ما آدم خوران بودن. و بعدن توی تقسیم بندی انسان‌ها می‌بینیم که توی بنده شما پیدا کردید. بله. که انسان ها رو تقسیم بندی کردم از پایین ترین شما. بله. پس آها، توی تکامل قشنگ توی تکامل نشونه. و اینکه اینجا به هر حال اسطوره هایی هست که گاو و جانوران رو با ماه در پیوند میذاری که سپس در باز خواهیم کرد. پس خط 13 پذیرنده هوش رو چوزین بگذری مردم آمد پدید، پس بعد حیوانات انسان زاده شد. بله. شد این بندها را سراسر کرید، چون کلید تمام این ماجرایی که تا حالا گفتیم از آتش اولیه، بیگ بنگ اولیه تا پدید آمدن گنبد تیز رو، توپی که با سرعت نور داره باز میشه از 13.7 بیلیون سال پیش تا اینا، که همه این شما کلید این بندها هستید. شما اینا رو میتونید بفهمید. حیوانات نشاط زندگی میکنن و وصلن به راز و رمز هستی، ولی آگاهی بر اون راز و رمز ندارن. آگاهی یه لایر بالاترش، کورتکسی که انسان داره، یه لایه دیگه که روی مغز شما اومده. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. هوپفولی، با امید. بله، این با امید پروردگار. اسطوره انسان و پیدایش انسان که منسوب است به نخستین انسانی که نمایندگیش رو کیومرس میکنه در بندهش، در یا گیومرس یا گیومرس گیومرتا. بله. بله. در بخش 14 فصل 14 بندهش آمده که من آفریدم یا پیدایش 10 نوع از انسان رو، و اینکه نخست کیومرس روشن بود و تا 10 نوع دیگر که نهمین نیز کیومرس بود و دهمین که پست‌ترین این نوعها هستند میمون است. و پس آقای داروین نبود که گفت ما اولین ریلیتیو قبل از ماها میمون ها هستن. پس فهمیدی دوستان؟ بله. یعنی به این دقت پروسه تکامل رو فرهنگ ایران، دانش ایران پیدا کرده بوده. یعنی اون آدم خوران رو به که بعد از اون هستن به حساب دیوها و تورانیان و تازیان و اونایی که حمله کردن میان رودان، به قول یهودی ها 5000 سال پیش، سومری ها خط درست کردن جون عمشون فلان، همه چیز رو از ما دزدیدن، از آریایی ها خودکشی کردن، یعنی زنان و بچه ها مجبور شدن مقابلین خودکشی کنن، که امروز در اومده اینا دیگه، ما گفتیم تو برنامه هم به دقت. پس اونها رو به 9 انسان دیگه تقسیم بندی کردیم که از نظر چقدر به سراغ اینها زد انسانن یا زد فراپویشن، تا برسن به بهترین گیامرس یا مردمان که کیومرس نمایندگی میکنه، کیومرس یعنی انسان که در ایرانوویچ یا یعنی در میانه جهان، در میانه جهان آریایی، ایرانوویچ جهان آریایی. پس ششمین گهنبار که پیدایش انسان هست رو این گونه اسطوره های ما بیان میکنن که کیومرس را آفرید روشن چون هور یا چون خورشید. و این که بر روی گفت که 10 نوعه و پسترین اونها همان میمون هست. پس این پروسه از میمون و تکاملی اون به انسان، به انسان آگاه، به کیومرس واقعی، به انسان واقعی. من از اسم خودم خوشم آمدم. بله. و
بله آناهیتا میشه مال نیروی ماه دیگه، نیروی البته آبهاست در اصل. بله دقیقا. البته داستان های دیگه هم داریم، اسطوره های بسیار زیبا و متفاوتی از چیزهایی که تورات و این مذاهب میگن، و اون اسطوره مش و مشیانه هست که اونها رو سر جاش باید باز کنین. بله. کاملا در تضاد هم، ولی همین چیزها رو شنیده بودن. بله. به اصطلاح این تازی ها و اون مزخرفاتشون رو نوشتن. بله. توی اون تازی نامه هاشون به اصطلاح. از شود که پس خط 15 خط 14 پذیرنده هوش و رأی و خرد، امیدوارم مرو را دد و دام فرمان برد. بله دد و دام هم به خاطر هوش انسان، انسانیت انسان احساس میکنه. زراح خرد بنگری اندکی، که معنی مردم چه باشد. یکی اون مردمان واقعی هستند که اون یکی بودن هستی رو میشناسن، حس میکنن و اون یکی بودن هستی اون چیزی که زرتشت مرتب میگفت که هر چه که هست یکیست، نه اینکه یک طول سگی در آسمان یا یک احمقی یا ابلهی در آسمان که حسود و آدم خور و بیشرف و جنایتکار و میاد پایین کشتی میگیر و قول میده که همه زمین های دنیا مال شما برید بخوریدشون. نه، همچون موجوده که وجود نداره. اون در وجود انسان مرده یا مریض یا روان پریش و یا حسود به قول فردوسی رشک ورز که مریض از مریض روانی میاد، انسان از بن تویی شده یا دنبویده به قول من میاد، اون خدا. ولی این نه، خود جنس هستیه. بله. یکی بودن انسان با اهورا مزدا، با دانش هستی. معنی مردم چه باشد؟ یکی، نه خاک ناسپاس و مردم ناسپاس که آدم خوران تو کانال ها امروز میگن. بله. پس این در واقع اینجا از آگاهی، از کانشسنس، از اینکه جایگاه انسان، انسان نیست که به مرحله آگاهی، به مرحله انسانی که نمایندگیش رو کیومرث میکنه نشان میده و اسطوره ها در اون پیوند هست و منظور تو من بوده. امیدوارم. بله بله. پیش از این که پیش بریم، البته که 100%. بله. پیش از این که پیش بریم، فقط میخوام اینجا نکته اشاره کنم. اون جایی که این فراپویی به اصطلاح پیدایش هستی و اینکه پیدایش زندگی لایف روی زمین رو در این شش که هم بار باز کردیم. بله. و اونجایی که هفت کشور شد و اون هفت سرزمین از هم جدا شدند، اسطوره های ما و اسطوره چیزی جز تاریخ و دانش واقعی نیست. در اینجا بیان میکنه که از همون کوه البرز که سلسله کوههای هندوکش و هیمالایا هم در بر میگیره، میگه که اقیانوس فراخ کردم که پیشتر از این باز کردیم، از اون کوه البرز دو رودخانه اصلی جدا میشن که این ایرانوویچ یا این میانه جهان رو در بر میگیرن. یکیش گنجی باید باشه که از کوه هیمالایا باید باشه تا اینجا. بعد این گونه این دو رودخانه رو میگه، یکی آرنگ هست، یکی وح. اینا هر دو از اون شمال میان. آرنگ که همون میگه از سرزمین های میان رودان میگذره و فرات رو میگه. بله. و کجا میره اینها رو باز خواهیم کرد. بله. و رودخانه وح که ما در باستان بهش میتران یا ایندوس میگفتیم، از همون سند و به هند میگذره. بله. و یعنی که مرکز در بشریت و هیومانیتی یا سیویلایزیشن و انسانیت در اونجا بود. پس میبینیم که اون ایران، اون سرزمین ایرانوویچ در بین میان رودان فرات، یعنی از فرات گرفته تا دره هند رو در برداشت. و این داره ماس بودی که دقیق شما کردین 12344 سال پیش. اینا رو باز خواهیم که دقیق وقت نداریم در این بار که دقیقاً چگونه محاسب میشه. نه 5000 سال پیش آدم خورانی که به آریایی ها در میان رودان حمله کردن، اونا بودن خط و کانال رو اینها ساختن. اینها چیزاییست که دشمنان بشریت نوشتن برای اینکه اونها رو تکوبر کنن و بشر رو تبدیل به برده بکنن، که بردهداری رو میشه گفت سومریان پایگذاری کردن و تجاوز رو درست، نه پایگذاری
خط و زبون و اینا که از تورات میاد، این داستانهایی که امروز دانش امروز هم تو دانشگاه درس میدن از تورات میاد که ما 500 سال پیش درست شدیم و فلان اینا و 500 سال سابقه داریم. اخیرا هم که ما گفتیم 12000 اونا اومدن گفتم ما هم 12000 سال که پدرامون چیا بودن، نتوفیان ها بودن که اولین آدم خوران زمین به استرا بودن که اولین اورگنایز ریلیجن رو در فلان جا که سمبولاشون هم مثل رت و پاسم و اینها جوندگان خبیث الان چیزاش هم هست توی نشر جغرافی نگاه کنین چیزاش هم هست، نشر جغرافی جون 2011 بله خط 15 هست. خط 15 مگر مردمی خیره دانی همین که گفتیم اینایی که مردم ناسپاس و خاک ناسپاس میگن که خودشون آدم خوران ضد بشر به اصطلاح هستن، اینو میگه من به اینها داره میگه مگر مردمی خیره دانی همی جز این را ندانی نشانی همی. بعد میگه خودت رو انسان ببین، بشر رو انسان ببین، تو را از دوگیتی برآوردند، اینقدر نادان نشو. به انسانهای ضد بشر داره اینو میگه که الان فراوانن همه جا ما رو گرفتار برای بشر انسان ایرانی رو گرفتن یا آریایی رو، تو را از دوگیتی برآوردند، بیا آریایی بشو. داره بشو میگه آدم شو، انسان شو، یعنی آدم که هستن آدم توراتی هم. تو را از دوگیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن. این 4 میلیون میری آثاری که فقط رو کره زمین تکاملت باسته شده فقط اونو ببین. حالا بیگ بنگ بماند برات که بفهمین که از ذرات هیدروژن کوارک و اینها و نوترین ها درست شدیم، اون بماند تا بفهمین. به انسان بیخرد داره میگه، بی جان و بیخرد. به چندین میانجی بپروردن. بله در اسطوره ها بله. ما داریم در پیوندش که همواره ما از دو گیتی، از گیتی مینوی و از گیتی مادی، یعنی از انرژی و پاره بله. انرژی و ماده هستیم. این رو خیلی زیبا همواره نشون میده. تو دانا توانا بدو دادگر، از ایران کرده هیچ پنهان هنر. توانا به شما توانایی هستی، انرژی هستی، به شما دادگر داده همه چی رو. اگر دانایی رو تیک اوور بکنید، اگر دانایی رو از خود بکنید، اگر جان رو خرد رو مواظب جان خود بگذارید، از شما هیچ هنری پنهان نشده، همه چیز در درون شماست. از این 100 تریلیون تریلیون اتمی درست شده، اینها همون هنر اولیه، همون راز و رمز اولیه، همون کشش یا مهر اولیه یا گراویتی اولیه باعث وجود منتون شده، به اون آتش نخستین، به اون گوهرهای اولیه که اینجا صحبت شد باعث وجود من شما شده، که می‌بینیم دقیقاً با دانش امروز دقیقاً یکیه. اون چیزی که به تازه دانش امروز داره میرسه به اون بقیه چیزهایی که نمیدونه از همینجا داره میرسه. نخستین فطرت تو، پسین شما، توی خیشتن را به بازین، تو در جانتی و در خردتی و در وجودتی، نه فطرت های اولی خور بخواب و بخور و بخواب و به چی چیز کن فلان کن زیاد شد، نه اونا پسینن، اونا فطرت های پسینن که اونا میتونن، اونها در خدمت جان باید باشن، نه جان در خدمت اونها. نه همه چی رو برعکس کردن به اصطلاح این توراتی ها یا این تازیانه چیز ما یا ضد بشر ها. پس فطرت هایی که تو فکر میکنی نخستینن، تو پسینشون، اونا بدون که اونا پسین، اونا که فکر میکنی خوردن و چی چیز کردن و خوابیدن و فلان کردن فکر میکنی مال نخستین فطرته، نه اینا پسینن. فطرت دوم انسانه، فطرت انسانی اول آگاهیه، جان توه و توی خیشتن را به بازی مدار. اون بازیه که فقط دنبال شکم و میان پا بسیار بین چیز بری، شکم زیر شکمت بری. دقیقا اینجا صحبت از آگاهیه و اینکه که زمانی که میگه به چندین میانجی به پرورده ان، در واقع ورجاوند بودن مردمان را داره اینجا سخن میگه و اینکه این فراپوی آگاهی که به ما داده شده، به ما که از همه آگاهتر میبایست باشیم، و اینکه این چاکراها رو اینجا سخن میگه، از 7 چاکرای سخن میگه که شما گفتید فطرت پایینها، پسینها، بله. اینها همه به صراح مربوط به چاکراها در بندهش و در اینجا مجموعه از اسطوره ها رو داره. شما از چند جا میدونی که استاره آوردی؟ یکی بندهشه، یکی اون چیزایی که تکست های پهلوی که بوده، مجموعهشه، بندهش هست و نه تکست های پهلوی چند قسمت دارن اسماشون؟ بندهش اصلیه هست، رساله پهلوی هست، زادسپورم هست. نه اسم دارن، اسم ندارن؟
تکست های پهلوی اسم ندارن، مثلا اونایی که از تو توی اوستا مونده، چیزایی که به جا مونده، مثلا یشت ها مثلا برات نیستی؟ یشت ها بخشی یشت ها رو برات نیستی؟ یشت ها اسماشونو بیاری، اگه یادتون بود خودتون بگین. یشت ها هست، بله یشت ها از اوستا هست. این نوشته های پهلوی رو بندهش رو به ویژه آذر فرنبوق به اصطلاح فرخزادان از نوادگان رستم فرخزاد نوشته و در هم دوره‌ای شاهنامه بوده، در سوم هجری فراری اینو نوشته و نه منظورم بود که بخشایی که میارید بگی این مال یشت هاست، مال اینها عمدتاً مال بندهش هست. بندهش بسیار عالی، چون بعضی میخوام برن ریفر بکنند. البته من کم دیدم که کسی واقعا به دنبال پیدا کردن این جان و خرد باشه در فرهنگ ایران، ولی گوششون به اسم این بخشای مختلف فرهنگ ایران یا که باقی مونده آشنا بشه موقعی که برخورد میکنن، مثلا حتی تو اینترنت سرچ میکنن یا کتابی به دستشون میفته، کمک میکنه بهشون که این یادآوری بشه. ولی اگه فقط بگیم اسطوره های ایران گیج میشن. عمدتاً بندهش خیلی مهم هست، رساله های پهلوی، بعد همه شون برن بخشایی از رساله ها اسماشو بگیم، بخشایی از اوستا هست. بسیار عالی. خب خط 18 و 17 هسته. شنیدم ز دانا دگر گونه زین. اینجا فردوسی میگه یک دانای دیگه که احتمالاً یک تازی بوده یا یک کم جان و خردی بوده، به هر حال ولی برای چیز داشته بشه، چیز دیگه میگه راجع به پروسه هستی. میگه که چه دانیم راز جهان آفرین، اون داناه به اصطلاح بهش میگه. فردوسی اینقدر دموکراته که اینجا اون نادان رو هم حتی دانا میگه. چون این است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. اون داناه میگه فرجام دنیا همین که هست که هست، کسی آشکار و نهان نمیدونه. ولی فردوسی جواب میده که حتی برای اونایی هم که اینجوری فکر میکنن نمیدونن ماجرا به کجاست، میگه نگاه کن سرانجام خود را ببین. به هر حال انسان باید خود نگاه کنه، خود مسئول کار خودش باشه، خود رو از روان پریشی که در کودکی بهش شده یا بعدن پذیرفته خود رو نجات بده. چو کاری بیابی بهی برگزین. پس هر کار بهترینشو به شکلشو انجام بده، که ما ایرانی ها این عادت رو داریم. اینا بخش زیادی از رفتار آریایی در وجود ما باقی مونده، با اینکه ما سرکوب شدن و نابود کردن و ضد خود و ضد بشر و ضد در از خود زن، ضد بشر که از خود زنیم، یعنی ضد خود، بشر خود در درون خود هستیم، بارمون سر کردن بیارن دشمنای ما توراتی ها و عربا و آدم خورا و جنایتکاران و فلان اینها. البته عربا این شعور نداشت، اینا در تورات این توطئه ها شد. با این همه ما بخشی از اون فرهنگ انسانی و عادت های انسانی در وجود ما از 10-12 هزار سال، 2500 سال، 2700 سال پیش یا 4000 سال پیش، حتی از زمان آراتا ها 5000 سال پیش در وجود ما هست، این رفتارمون هست. نه. و چه کاری بیابی بهی برگزین. برنج اندر آری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش رواست. پس بله. تنها رایی که وجود ما این که دلیل پیدایش خود رو میتونیم پیدا بکنیم و به دام دشمن نیفتیم یا جاسوس نشیم یا خود فروش نشیم یا خود زن نشیم یا خود تنفر نشیم، با یکی از اینایی که همین اخیراً از این مجله هم در میارن فلان اینها، ظاهراً هم به سبب ضد مذهب است فلان اینها، یه دفعه وسط حرف گفت ما این که کسافتیم، ما این که خود فروشیم، از ماست که بر ماست. گفتم اگه تو هستی تو رو اینجوری بار آوردن همین توراتی ها، من نیستم، منم به عنوان سمبولیک شخص خودم رو نمیگفت، من یعنی انسان آریایی رو گفت، من نیستم. اینقدر خود رو نزن، تو میخوای ما رو نابود کنی که این اجنبیایی که نفوذ کردن در درون ما سالها و هزاران سال، اینا همجور هنوز صاحب ما بمونن و کشور ما رو بخورن. نه دیگه، زمانش که ما آزاد بشیم بگیم نه، ما انسانیم، آنها ضد بشر و ضد تکاملن، همونجوری که میدونیم که فردوسی هم گفته که اینها رشک ورزان به فرهنگ آریایی هستن. بله، اینجا در خط 18 که هستیم درسته؟ بله. در خط 18
سخن از مرگ هست و اینکه سرانجام اینجا یعنی در واقع باید سرانجام یعنی مرگ خود رو همیشه به عنوان یک کسی که مشورت کننده تو هست، ادوایزر تو هست، ازش درس بیاموزی و نگاه کنی و اسطوره هایی که در این پیوند هست بسیار زیبا هست که ما سپستر باز میکنیم. و اینکه سخن از دانش و رنج بردن به دانش میشه، اینجا باز ما اسطوره هایی در مورد درخت زندگی یا درخت و همان در پیوند اون درخت دانش هم داریم. این همون چیزیست که پیشتر از این هم گفتم گوکران و سیمرغ در آنجا جای داره. و خب اینا از بندهش داره میخونین؟ بله بله. و اینکه اینها مسئله اینکه این درخت دانش که چقدر اینها از درست برعکس کردن در تورات و گفتن این درخت درخت ممنوعه هست و ازش نباید استفاده بشه. بله هر کار که ما کردیم برعکسش کردن، مثل خمینی، هر که هرچی بگه همون میشه، برعکسش بکنه واه درست میشه، اگه آمریکا بگه یه کار بکن نکن درست میشه. خب ببینید اینها قیاس و قیاسی فکر کردن و تمثیلی فکر کردن، اینها به اصطلاح ضد بشری که همین توراتی ها گذاشتن در فرهنگ یونان و اون رو زمان محمد رضا شاه به ما یاد میدادن. من یادم درس فلسفه منطق میخوندیم همین آشغال ها رو تو ذهن ما میریختن، تعلیم و دینی و کسافت و به قول معروف قرآن و تعلیمات دینی ما از خود زرتشت و آموزه های زرتشت نبود، چون میباید از مذاهب ابراهیمی به ما تعلیم بدن. برای اینکه تنها چیزی بود که توی کانستیتوشن به اصطلاح قانون اساسی ایران یهودی های انگلیس گذاشته بودن، فشار داده بودن به مبارزان مشروطیت و گذاشته بودن اون 5 تا جنایت آدمخور یهودی رو که اسمشون آخونده که باید اونجا اپروو کنن گذاشته بودن و این تنها بخشی از قانون اساسی بود که در ایران به دستور اجنبی در زمان محمد رضا شاه اجرا میشد. مخصوصا کتاب های دبستان آموزشی ما همین روسپیان به اصطلاح می نوشتن که به اصطلاح ازشون آخون بود ولی همون یهودی ها بودن، رهبرای یهودی ها. بله. مردم بیچاره شون نمیگیم، باز بهشتی و با هنر و آدم خور و فلان اینها. اینها خب الان هم به جایشون برادران لاریجانی اومدن، الان هم برادران لاریجانی یهودی اومدن که و بقیه شون اینا همشون همین یهودی ها هستن با پوزش از مردم معمولی یهودی. رهبران تو همه آدم خورانی هستن که بشریت رو به این رذالت و پستی کشوندن و بره یخهاشون خودتون بگیرید و اونها رو به اصطلاح زبالدان تاریخ با سر فرود بندازید که دارن خودشون البته میفتن. پس خب. از دوستان از درخت دانش همواره باید بخورید، مرتب بخورید، ما بهتون اجازه دادیم برید بخورید تا اونجایی که میتونید، وگرنه میشین مثل بقیه اون آدم خوران و دنیا رو به این رذالت و پستی نجات پیدا نمی کنه اگه شما نخورید از درخت دانش. ما مرتب اینقدر دست و دلبازیم و اینقدر داد و دهش در فرهنگ به اصطلاح ضد حسادت ایرانی وجود داره که همه باید بخورن از این درخت. خط 19 برن جندرهای تند، برن جندر است خردمند گنج، بر رنج و دانش بی خود رنج بردن به دانش رواسی. خود رنج هم میگه بکش میگه بخور تا شکمت هم درد بیار، ولی خود رنج ببر تا پر بشیم وقت میفهمیم خرد چی. خردی در خدمت جانه. برنج اندر است خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرده رنج. یه خود کار کن. چرا؟ چون قائم کردن این گنج رو. اگه قائم ندزدیده بودن توراتی ها این گنج رو از ما، خب الان مشکلی نبود، خیلی راحت در دسترسمون بود. و همین داریم ما نمیتونیم رویش کدوم کانال این حرفا رو بزنیم، مجبوریم بیم از یک کانال اینترنتی بگیم. حالا فهمیدی کی رو صاحبتونه؟ صاحب یعنی کانالاتونه، زندگی و ایران و کره زمینه، متوجه شدیم دیگه جایین چیه. نگه کن بر این گنبد تیز گرد که درمان از اوی است و از اوی است درد. همه چی رو ببین، این گنبد رو درست باید بفهمی. این گنبدی که هم اول شعرین گفت همه چی رو باید درش بدونی، وگرنه اگه ندونی اصلا هیچ چیز هیچ فایده نداره. همه چیز از اوست. نگشت زمانه به فرسایدش، نه این رنج و تیمار بگذاریدش. نه از گردش آرام گیرد همی، نه چون ما تباهی پذیرد همی. فقط ما وجود اومدیم که این رو پیدا بکنیم. بله، این گردش انرژی و گردش هستی بسیار
ورجاوند همون گونه که اول برنامه گفتیم، در همون گردونه مهر، در همون درفش کاویانی ما نمایندگی میکنه و تمام اسطوره ها، به ویژه اسطوره بسیار زیبای سیمرغ که این انرژی رو مرتب در حال ریسایکل کردن، در حال چرخش هستن. این افسانه سیمرغ رو هم در فردوسی داریم، هم در بندهشت، هم در تمام زمینه ها میتونیم پیدا کنیم. برید پیدا کنید دوستان. بله. از اودان فزونی و از اودان شمار، بد و نیک نزدیک او آشکار. همه چیز در دامنه هستی، همه دانش وجود داره. 21 هست. بله 21. زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. پس این چرخ کبود، این چرخ هستی، این چرخ، این چرخش هستی، این گنبد های هستی، این گردونه های هستی، که اسمش هست کهکشان های هستی، همه چیز در گردشه. این همه چیز، این گردونه های مهر که سمبولش هنوز وجود داره، که همونه هم که یهودی ها میگن تو حق نداری این رو بزنی جلو برن که اون وقت هیتلر میشی، تو کانال ها دارن میترسونتون. شروع کنید همه اینها رو با غرور و بزرگی و با عمقش پیدا کردن و از خجلت زدگی و شرم زدگی که بر شما اجنبیان فرو کردن در بیاد و آزاد بشید. اون وقت میتونید کشورتون آزاد کنید، خود آزاد بشید، مردمان جهان آزاد. پس زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از باد آب. پس زیاقوت سرخ اون انرژی اولیه‌ای که ما رنگش رو سرخ رنگ میبینیم اگه نگاه بکنید، انرژی هستی. من یه نکته از اینجا بگم، اینجا که میگه از اودان فزونی و زودان شمار، همین این به اصطلاح به وجود آمدن انواع و فراپویی رو در سخن میگه. و اینجا در اسطوره هایی که در این پیوند هست و هر روی اصلا اسطوره ها رو این گونه بندهش آغاز میکنه، میگه هان ای زند آگاهی، یعنی این آگاهی و این کانشسنس و این نالج، این دانش در سر خط اون هست. و سپس در ادامه میده که هرمز از آن خودی خیش، از روشنی مادی تن آفریدگان خیش را فراز آفرید به تن آتش روشن. آفرین، هم یا خودتو. از روشنی مادی راستگویی، راستگویی را فراز آفرید و از راستگویی افزونگری دادار آشکار شد و شادی را برای مردمان آفرید. آفرین. و این همین این به صلاح فزونی و شمارش تمام این هستی برای این مهری که در او روان است. پس هرمز چیه؟ اورمزد. اورمزد هم اهورامزد، یعنی دانش هستی. اون چیزی که گفتیم در تمام ذرات اتم ها و کوارک ها و اینا، این دانش هستی همه در اون هست. دانشی که ما امروز داریم، میتونیم حرف بزنیم، فکر کنیم، اینا از جمع شدن دانش این ذرات، هیچ چیزی خارج از اون وجود نداره. همین انرژیه، همین چیزی ما مهر بهش میگیم، یا توی انگلیسی گراویتی، توی فارسیش کشش، توی عربیش جاذبه. اینها این یکیست و اینا البته همه از فرهنگ ایران میاد و ترجمه شده به اشکال مختلفه، ولی این انرژی هاست که این دانش تو رو میسازه. اهورا مزا یا ایزد یا یز دان، باز اینا هم دانایی هاست. موجودک نیست، شمایید، توی خیشتن را به بازی ندار. زیاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از باد و آب و نه از گرد، از انرژی خالص همه چیز. و بله بله، اون بیکران و بیکرامندی خیلی اساسی که از بندهش مطرح کردین، باید در یک جلسه موقعی که به بندهش شما رسیدید، این خیلی اساسی که ما اینو بدونیم. به چندان فروغ و به چندان چراغ بیا راسته، چون به نور و به باغ روان اندرو گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. من اصلا ترجمه نمی کنم، خود دوستان برای خط آخر ترجمه بکنن. با درود به کاروان گرامی، انتهای یک سخنی از این گردش مهر و چیزی که در این روان هست در هستی، فقط از حافظ بگم که میگه کمتر از ذره نی پس مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بله خب دیگه همونه، این همونه به زبون یه مقدار دوره قرن هفتم هجریش.